یه زن اغواگر یا یه مبارز قدرتمند، یه شخصیت خوب یا یه شخصیت شرور، همه اینا ویژگی هایی هستن که ایدا وونگ به نوعی از اونا برخورداره. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 50 فکت جالب درباره شخصیت ایدا وونگ در فرانچایز رزیدنت ایول. تو ورژن اولیه بازی رزیدنت ایول 2، یعنی رزیدنت ایول 1.5، ایدا دانشمندی بود به نام لیندا، ولی از لحاظ شخصیتی دقیقا مثل بازی رزیدنت ایول 2 بود و در ضمن یه جاسوس دو جانبه هم بود. ایدا وونگ درست مثل لیان میتونه از فنی به نام سوپلکس استفاده کنه. برای این کار باید به پای دشمن شلیک کنین و وقتی بهش نزدیک میشین این بار به جای گزینه کیک گزینه سوپلکس ظاهر میشه. جالبه که بدونین این فن تو کشتی خیلی استفاده میشه، مخصوصا کشتی فرنگی. شیر مادر و نان پدر، حلال دلاور. طبق اطلاعاتی که خود کپکام منتشر کرده، قد ایدا 170 سانتی متره. طبق همین اطلاعات گروه خونی ایدا AB. ایدا وونگ دورگه چینی آمریکاییه. یه مجموعه مانگا تو هنگ کنگ و تایوان منتشر شد که تو جلد دومش ما اطلاعاتی درباره گذشته ایدا به دست میاریم. اونطور که تو این مانگا روایت شده، ایدا دوران کودکیشو توی کشور جنگ زده گذرونده و مجبور بوده برای پیدا کردن غذا دست به هر کاری بزنه و حتی نزدیک بوده یه بچه رو به خاطر غذا با شاتگان بکشه، اما در نهایت بهش رحم میکنه و غذاش ازش نمیگیره. در ادامه همین مانگا میبینیم که ایدا توسط یه هیولا آلوده میشه و بعدش لیان به سلاحی بیولوژیکی شبیه به ویلیام برکین تبدیل میشه تا بتونه اونو نجات بده. البته ناگفته نمونی که این قسمت از مانگا ارتباطی با خط اصلی داستانی فرانچایز رزیدنت ایول نداره، چرا که اینجا اسم لیان اسکوت کندیه، در حالی که تو نسخه اصلی اسم کامل لیان سکات کندیه. با اینکه تو تبلیغات بازی اوریجینال رزیدنت ایول 2 نسخه رندر شده FMV ایدا دیده میشه، ولی جالبه که بدونین تو هیچ کدوم از کاتسینای FMV یا همون کاتسینای سینمایی بازی رزیدنت ایول 2 حضور نداره. دلیلش هم اینه که کاراکتر ایدا در لحظات آخر قبل از ریلیز بازی تکمیل شده و به کاتسینای بازی نرسیده. به غیر از بازی رزیدنت ایول دی دارک ساید کرونیکلز که به نوعی بازی فرعی و بازسازی داستانی نسخه های اصلی فرانچایز رزیدنت ایول، ایدا وونگ و کلر ردفیلد هیچ وقت همدیگر رو ملاقات نکردن. ایدا بیشتر مهارت‌های جاسوسی خودش رو زمانی که برای یه سندیکای جنایی چینی تو بازار سیاه فروشندگان اسلحه کار می‌کرد به دست آورده. گروهی که ایدا داره براش جاسوسی میکنه در طول بازی با نام سازمان ازش یاد میشه و ظاهراً جدیترین رقیب شرکت آمبرلاست. ایدا برای کارفرماهای خصوصی مختلفی کار کرده و به این معروفه که به همشون خیانت کرده. دلیلش هم اینه که ایدا همیشه کاری که فکر میکنه درسته رو انجام میده و به عواقبش زیاد فکر نمیکنه. تو داستان بازی اوریجینال رزیدنت ایول 2 تغییرات زیادی تو داستان ایدا به وجود اومده که بیشترش مربوط به نوع مردنش میشه. تو نسخه اصلی بسته به اینکه چه سناریویی رو بازی میکنین، ایدا به دو حالت مختلف میمیره. تو اولین حالت با پرت شدن از ارتفاع میمیره و تو اون یکی حالت با برخورد محکم به یه پنل کشته میشه. کاراکتر ایدا بر اساس شخصیت نیکیتا تو سریال لافم نیکیتا طراحی شده. جفتشون جاسوسن و نقطه ضعفشون هم اینه که در برابر مردایی که بهشون علاقمند میشن حساسن و همین باعث میشه مأموریتشون بعضی وقتا به مشکل بخوره. در مورد ایدا اون مرد لیانس کندیه. در حالی که تو بازی رزیدنت ایول 6 یه بخش سولوی جداگانه برای ایدا تو بازی هست، اما بعدن یه پچی به بازی اضافه شد و شما میتونستین بخش ایدا رو به صورت کوآپ بازی کنید. کاراکتر دیگه‌ای که ایدا رو تو این بخش کوآپ همراهی میکنه اسم خاصی نداره و ازش به نام ایجنت نام برده میشه و ظاهراً هیچ بک استوری هم نداره. مشخصه که فقط برای گیم پلی به بازی اضافه شده.
به گفته کاراکتر دیزاینر بازی یعنی کازونوری کادوی، دلیل اینکه تو نسخه ریمیک بازی رزیدنت ایول 2 ایدای اوورکوت بلند تنشه اینه که اون لباس قرمز رنگ نسخه اوریجینال برای یه جاسوس کمی غیر واقعی به نظر میرسید. برای همین تصمیم گرفته شد روی لباس قرمز رنگ معروفش اون اوورکوتو بپوشه. نام خانوادگی ایدا یعنی وونگ احتمالاً اشاره ای به هنرپیشه‌ای به نام آنا مای وونگ که به خاطر بازی کردن نقش بانوی اژدها معروفه. بانوی اژدها در واقع یه زن آسیایی مرموز و فریبنده و اغواگره که معمولاً یا فریبکار یا سلطه‌جو، تقریباً شبیه شخصیتی که ایدا وونگ تو بازی رزیدنت ایول داره. به همون اندازه که اسلحه گراپل گان ایدا جالبه، به همون اندازه هم امکان نداره تو زندگی واقعی وجود داشته باشه، درست مثل اسلحه گراپل گان بتمن، چون که از لحاظ فیزیکی باید اندازه این اسلحه بسیار بزرگتر از اون چیزی باشه که تو بازی میبینیم تا باعث بشه وزنی معادل یک انسان با تکیه بر این اسلحه جابجا بشه. تو دیتا فایلای رزیدنت ایول 4 مشخص میشه که ظاهرا قرار بوده این امکان وجود داشته باشه که بشه از گراپل گان ایدا در طول گیم پلی عادی بازی استفاده کرد، اما چجوریش مشخص نیست. اولین جایی که ایدا از گراپل گانش استفاده میکنه تو بازی امبرلا کرانیکلز، اون جایی که وسکر برای فرار از شهر که در حال انفجاره اون اسلحه رو بهش میده. تو کاور سانتراک بازی رزیدنت ایول امبرلا کرانیکلز از تصویر ایدا وونگ استفاده شده. ایدا به عنوان یکی از کاراکترها به بازی فری تو پلی موبایلی پازل فایتر اضافه شده بود، ولی دو ماه بعد از اضافه شدنش به بازی عمر بازی به پایان رسید. تو سری فیلم‌های رزیدنت ایول نقش ایدا وونگ رو بازیگر چینی به نام لی بینگ بینگ بازی کرده. کلاهکیسی که برای این نقش استفاده شده طبق گزارش‌ها حدود 7000 دلار قیمت داره. لی بینگ بینگ خیلی تلاش کرد که انگلیسی یاد بگیره و دیالوگاشو به انگلیسی بگه و نهایتا موفق به این کارم شد، ولی در انتهای کار احتمالاً به خاطر ته لهجه‌ای که داشت تصمیم گرفته شد سالی کی هیل صدا پیشه اصلی ایدا وونگ نقشش رو دوبله کنه. How do you think Umbrella populates these test scenarios? How do you think Umbrella populates these test scenarios? کلیهو یکی از بازیگرایی بود که قرار بود نقش ایدا وونگ رو تو فیلم‌های لایو اکشن سری رزیدنت ایول بازی کنه. دلیل اینکه ایدا از حادثه انفجار راکون سیتی جون سالم به در میبره اینه که موفق میشه سمپل ویروس جی رو به دست بیاره و وسکر رو در جریان بذاره. وسکر هم در عوضش به ایدا اطلاع میده که شهر قرار منفجر بشه و ایدا هم تصمیم میگیره هر چه سریعتر راکون سیتی رو ترک کنه. وقتی تو نسخه اوریجینال رزیدنت ایول 2 ایدا و لیام برای اولین بار با هم روبرو میشن، لیام به ایدا میگه که تیراندازی نکن، که این خط دیالوگ تو نسخه نهایی بازی حذف شده. Hold your fire. به غیر از کلر ردفیلد، ایدا تنها کاراکتری تو کل بازیای رزیدنت ایوله که از باوگان اتوماتیک استفاده میکنه. تو ریلیس های اولیه بازی رزیدنت ایول 4 یه سری انیمیشن ها برای کاراکتر ایدا طراحی نشده بودن که همین مسئله باعث به وجود اومدن بزرگترین گلیچ های کل سری رزیدنت ایول تو این بازی شده بود. لوئیس سرا مسئول درز اطلاعات در مورد انگل لاس پلاگاس بوده که در نهایت وسکر از این قضیه باخبر میشه و کرازر و ایدا رو برای دزدیدن نمونه انگل مأمور میکنه. تو بازی رزیدنت ایول 4 در اصل ایدا از طرف وسکر مأمور بوده که لیان رو بکشه، اما به خاطر علاقه‌ای که به لیان داشته مدام انجام این کار رو عقب مینداخته و حتی به لیان کمک هم میکرده. در عوضش به وسکر میگفته که من هنوز شانس و موقعیت اینو پیدا نکردم که لیان رو سر به نیست کنم. تو قسمت‌های ابتدایی بازی رزیدنت ایول 4 وقتی لیان تو میدون روستا با روستایی ها درگیره، یهو ناقوس کلیسا به صدا در میاد و روستایی ها دست از سر لیان بر میدارن. در واقع ایدا ناقوس به صدا در میاره تا روستایی ها رو از لیان دور کنه. پوستر بخش سپریت ویز بازی رزیدنت ایول 4 با الهام از پوستر سریال تلویزیونی لافم نیکیتا طراحی شده.
با اینکه ایداد در ظاهر لیان رو دست میندازه و طوری وانمود میکنه که انگار خیلی زود گول میخوره، اما تو یکی از گزارشاش تو بازی رزیدنت ایول 4 لیان رو در عمل یه نابغه و آدم باهوش میدونه. از یه گزارش دیگه تو بازی رزیدنت ایول 4 مشخص میشه که ایدا در واقع به وسکر رو دست میزنه و یه سمپل تقلبی رو بهش میده و نمونه انگل لاس پلاگاس واقعی رو به سازمانی که باهاش در ارتباط بوده میده. تو انتهای فیلم رزیدنت ایول دمنیشن که وقایعش قبل از رزیدنت ایول 6 اتفاق میفته، ما ایدا رو میبینیم که داره با سیمنز صحبت میکنه. سیمنز آنتاگونیست اصلی بازی رزیدنت ایول 6 بود. تو آرت بوک فیلم رزیدنت ایول دمنیشن یه بخش به نام گزارش‌های ایدا وجود داره که تو این بخش ایدا هر هیولایی رو که باهاش مواجه شده به دقت آنالیز کرده. تو داستان نسخه اوریجینال رزیدنت ایول 2 ایدا برای به دست آوردن اطلاعات مأموریتش طرح دوستی با یکی از محققین شرکت آمبرلا به نام جان میریزه تا اینجوری بتونه به تحقیقات شرکت آمبرلا دسترسی پیدا کنه. این قسمت از داستان به طور کامل تو نسخه ریمیک کنار گذاشته شد و به جاش ایدا خودشو به جای یه مأمور FBI جا زد. اگه به قسمت از بازی اوریجینال که مربوط به وارد کردن یوزرنیمی به نام جان و پسوردی به نام ایدا دقت کنیم، متوجه داستان ایدا و جان که تو فکت قبلی گفتیم میشیم. اساساً شکل‌گیری داستان ایدا و جان ظاهراً بر اساس همین یوزر و پسورد بوده. درست مثل لیان، ایدا هم در طول سری رزیدنت ایول با آدمایی روبرو میشه که از روی علاقه یا هوس به سمتش جذب میشن، از جمله دریک سیمنز تو بازی رزیدنت ایول 6، کارلا ردامز یعنی همون ایدای تقلبی تو بازی رزیدنت ایول 6 اولین بار تو مانگای مارهاوا دزایر به همراه پیرز حضور داشته. قضیه تبدیل شدن کارلا به ایدا ظاهراً گیج کننده تر از اون چیزیه که به نظر میرسه. کارلا به سیمنز اعتماد میکنه و بهش اجازه میده که نمونه ویروس سی رو روش امتحان کنه، اما کارلا نمیدونسته که علاوه بر تغییرات فیزیکی قرار ذهنش هم دچار تغییر بشه. در واقع سیمنز قصد داشت که ویژگی های شخصیتی ایدا رو به کارلا منتقل کنه، طوری که کارلا فکر کنه واقعاً ایداه و بعد این جریان سیمنز هم طوری با کارلا رفت میکرد که انگار ایداه، که این با کلون بودن کارلا فرق میکنه. تو دانشگاه سالزبورگ یه آنالیز از ایدا وونگ انجام شد و مشخص شد که ایدا شخصیت جندر فلوید یا ترکیبی از زنانگی و مردانگی داره، به این صورت که اون بخش توانایی های فیزیکی و مهارتاش مردونه است و اون بخش از شخصیتش که مربوط به وقار و زیبایی میشه زنونه است. تو بازی استریت فایتر 5 شخصیت کولن تو DLC بازی لباس قرمز رنگ ایدا رو میتونه بپوشه. شینجی میکامی در طول ساخت بازی رزیدنت ایول گفته که شخصیت ایدا میتونه تغییر کنه، مخصوصا در تعامل با لیان. درست برعکس لیان که از یه پلیس تازه کار به مأمور ویژه رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده، نقش ایدا تو فاجعه راکون سیتی اونو تبدیل به یه قهرمان تو دنیای جاسوسا کرده. تو ژاپن یه درام صوتی منتشر شد به نام The Female Spies Alive یا جاسوس زن زنده است، که وقایعش چند روز بعد از رزیدنت ایول 2 اتفاق میفته، که توش ایدا گردنبند شری رو که ظاهرا قرار بوده به یه روستا تو فرانسه منتقل بشه به دست میاره و همچنین هانک و تیمش رو میکشه و از شیوع ویروس تی هم جون ساله به در میبره. نکته جالبی که در مورد این درام صوتی میشه بهش اشاره کرد اینه که در انتهای داستان ایدا میفهمه که واقعا به لیان علاقه داره و تصمیم میگیره تا از کار جاسوسی بیرون بیاد که بتونه با لیان باشه. با اینکه میدونیم ایدا از حادثه سقوط آزمایشگاه برکین زنده بیرون اومده، اما هرگز جای توضیح داده نشده که ایدا چجوری تونسته که بعد از اون سقوط زنده بمونه. فقط طبق بخش گزارش وسکر یا وسکرز ریپورت ما متوجه میشیم که وسکر ایدا رو نجات داده، اما اصلا اشاره نمیشه که چطور نجاتش داده. ایدا وونگ در واقع اسم مستعار ایداه، که این به معنی اینه که ما اسم واقعی ایدا رو نمیدونیم. اگه به این سبک ویدیوها علاقه دارین لطفاً برامون کامنت بذارین و با لایک و سابسکرایب ازمون حمایت کنین. امیدواریم از این ویدیو خوشتون اومد باشه.